سلام دوستان، سروش هادیان هستم از گروه Learn Files با آموزش لینوکس در خدمتونم. تو این ویدیو قصد دارم که یه سری از کامند های توی ترمینال لینوکس رو بهتون آموزش بدم. کامند های ابتدایی و ساده ای هم، ولی خب بالاخره ضروری و پایان. خب من لینوکس خودم رو اجرا میکنم. لینوکس من اوبونتو. خب من ترمینال رو اجرا میکنم. خب من ترمینال که اجرا کنم توی قسمت هومم هستم، هوم اون یوزری که داخلش هستم. من الان دستور اولی که داریم دستور ls. دستور ls مثل diary که توی cmd ویندوز داریم عمل میکنه. در واقع لیست فایل ها و فولدر ها بر ما مشخص. من ls بگیرم، دقت کن لیست فایل ها و فولدر ها که اینا هستن برای ما مشخص میکنم. دستور دیگه ای که داریم دستور mkdir make directory که در واقع یک فولدری برای ما ایجاد میکنم. من make dir میزنم، یه اسپیس میذارم و اون نام فولدری که میخوام ایجاد کنم رو بهش میدم. مثلا فولدر یک، اینتر کنم، لیست بگیرم، فولدر یک اضافه شد که اینجا هم میتونید ببینید. خب من اگه بخوام چند تا فولدر ایجاد کنم، make dir میزنم، مثلا فولدر دو، فولدر سه و بازم اون فولدر یک که قبلا داشتم وارد میکنم ببینید چی میشه. خب این فولدر دو و سه بر من ایجاد شد. من لیست بگیرم فولدر دو و سه، این فولدر یک هم که میگه چون قبلا وجود داشته ایجاد نمیشه، یعنی وجود داره دیگه و نمیتونه بازم با چنین نامی برای ما فولدر بسازه. خب پس دقت کنید توی اینجا نمیشه بنویسم، مثلا من make dir اسم فولدر رو نمیتونم بنویسم مثلا new folder، چون اینجا در واقع دو تا فولدر، یکی به نام new یکی به نام folder بر ما ایجاد میکنه. new folder کل نام اون فولدر نیست، بس اسپیس ها در واقع فولدرهای جدا بر ما ایجاد میکنه. خب دستور دیگه که داریم دستور cd. مثلا من میخوام اینجا بهتون بگم، من روی این فولدر دبل کلیک میکنم توی اون وارد میشم و برمیگردم. من دقیقا میخوام همین کار توی ترمینال انجام بدیم. با دستور cd یا change directory اسم اون فولدری که میخوام من به اون change کنم، به اون وارد بشم، در واقع مینویسم، بعد از اون enter کنم، همون رفتیم توی فولدر یک. اگه بخوام برگردم یه دونه آب در واقع بزنم، سی دی یه خط فاصله دوتا نقطه اسلش اینتر بکنم، الان برگشتم به مسیر قبلی. و یه کاری که ما میتونیم اینجا انجام بدیم در واقع برای راحتی کاره، ما وقتی بنویسم اینجا مثلا دی بذارم، خب دی که بذارم اول حرف سه تا فولدری که اینجا دارم هست. من دوتا تب، این دکمه تب روی کیبورد رو دور بزنم، دقت کنم یکی این دسکتاپ داکیومنت و دانلودز با دی شروع میشن. حالا خب من این دستور این دکمه برای میخواستم بگم که مثلا من میرسم دی او دبلیو. خب دی او دبلیو هیچ کنم از اون دیگه با دی او دبلیو غیر از این شروع نمیشن. در واقع دی او که در واقع این دوتا میشن، دی او دبلیو فقط اینا داریم. دی او دبلیو بنویسم و تب بزنم، دقت کنم بقیه خود نام فولدر رو برای من میزنه. خب این خیلی کارمون راحت میکنه توی بیشتر جا که دیگه نمیخواد تایپ کنیم، فقط در واقع مشخصه اون اول فولدر یا فایل حالا میزنیم، تب میزنیم، بقیه خودش برای ما نشون میده. اگه اینکه در واقع اون حرفایی که اولش وارد کردیم سه حرف، مثلا سه حرف وارد کردیم، سه حرف اول فولدر دیگه فایل دیگه نباشه. خب اینم از تب. دستور دیگه که اینجا داریم دستور کلیر هست. کلیر برای ما این کل این ترمینالی که این کامندایی که توی ترمینال نوشتم برای ما پاک میکنم. اینتر کنم، کل ترمینال برای ما پاک شد. خب میریم سراغ دستورات کپی کردن، حذف کردن و انتقال و تغییر نام دادن. برای اینکه بخوام من یک دونه فایلی را کپی کنم، من اول لیست بگیرم،
خود از توی سی پی کپی میکنم فایل لرن فایلز مثلا در کجا؟ در مثلا فولدر یک اینتر کنم به فولدر یکم چنج کنم لیست بگیرم لرن فایلز اونجا کپی شد. خب من اگه بخوام یه دونه فولدر رو کپی کنم سی پی می نویسم یه داش آر میذارم و بعد از اون مثلا فولدر یک رو توی فولدر دو کپی میکنم. الان من سی دی کنم فولدر دو لیست بگیرم فولدر یک توی فولدر دو کپی شده. خب این از دستور کپی کردن. دستور حذف فایل یا اون دیلیت کردن خودم. برای اینکه یه دونه فایلی ما بخوایم پاک کنیم rm میذاریم remove اسم فایل. من اینتر کنم لیست میگیرم learn files در واقع برای ما پاک شد. اگه بخوام یه دونه فولدر را remove کنیم من نرسم remove باز dash r مثلا میخوام فولدر 3 من پاک کنم. فولدر 3 پاک شد. خب اینم از دستور پاک کردن یا دیلیت کردم. دستور این که موو یا انتقال که میخوایم یه دونه فایلی را فولدر را بریم باید چی کار کنیم. خب من اینه اولی کلیر بکنم لیست بگیرم. خب من میخوام این فایل learn files دو اول موو کنم مثلا توی فولدر یک. نیستم mv learn files دو تب زدم برش خودش نوشت توی فولدر یک. من سیدیم کنم فولدر یک را لیست میگیرم learn files برای ما کپی شد. learn files دو هم که قبلا کپیش کرده بود. اگه بخوام من یه دونه فولدری را انتقال بدم موبش کنم مثلا mv اینجا میذارم dash t میذارم. dash t که میذارم اون اول فولدر مقصد را مشخص میکنم بعد اون فولدری که میخوام موبش کنم در واقع منبع اینجوره. من میگم که فولدر توی در واقع فولدر پابلیک فولدر یک را بیا موف کن. الان همجا اول لیست بگیرم براتون. این که فولدر یکی نیست اونجا هم مشخص اینجا هم مشخصه که دیگه نیستش و من سیدی میکنم که پابلیک لیست بگیرم فولدر یک اینجا موف شده. یه چیزی که از اینجا دقت کنید اینه که حتما به حروف بزرگ و کوچیکی که اینجا وارد شده برای فایل و فولدر حتما دقت کنید. مثلا من اینجا بنویسم سیدی ویدئوز ارور برام گیوینگ چون این دایرکتوری وجود نداره. اما بنویسم cd با حرف بزرگ در واقع بنویسم اینتر کنم میبینید که چنج کردم توی فولدر ویدئوز. پس حتما به حرف بزرگ و کوچیک دقت کنید. خب اینم از دستور انتقال که بهتون گفتم و این نکته کوچیک. اگر میخوایم یه دونه فایل یا فولدری را رینیم کنیم از همون دستور موو استفاده میکنیم. من مثلا میگم که فولدر دو اینجا میخوام رینیمش کنم. من میگم که موو کن فولدر دو اسم جدیدش چی باشه؟ مثلا باشه فولدر با حرف بزرگ. من الاس بگم فولدر شد. اون فولدر دو هم دیگه نیستش در واقع. یا برای فایل هم هیچ فرقی نداره. مثلا مردم برم پابلیک یکی از این فایل هم بودن نه ببخشید فایل هم توی همجا یه دونه فایل هستم من میسازم خب لیست بگیرم learn files من میخوام تغییر نام بدم میدونستم move learn files به مثلا lf بگیرم LF برای ما ایجاد شده اون learn files تغییر نام داد به LF. خب یک دستور خیلی کاربرد داره دستور دوتا خط فاصله در واقع داش داش help که میتونیم ادامه اون دستور دیگه به کار بریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من می‌نویسم اینجا cp داش داش help
در واقع هلپ اون کامند سی پی، کامند کپی بر ما مشخص میکنه، نشون میده. خب من الان اینجا برم بالا اون که توضیحات کاملی در مورد کاری که میشه با این سی پی در واقع انجام داد برای ما نشون میده. مثلا من همون سی پی آری که به کار میبردم برای اینکه کپی کردن یه دونه دایرکتوری اینجا شما مشاهده میکنید. خب پس هلپ اون دستور رو برای ما نشون میده. دستور دیگه و جالبی که داریم ps-a، این لیست برنامه که در حال اجرا برای ما نشون میده. مثلا من اینجا الان یه دونه تکست ادیتور در حال اجرا دارم، gedit، نمیخوام ببندمش. من دقت کنید اینجا gedit هست و خب یه سری مشخصات دیگه داره، یه سری عددهای اینجا میبینید به نام pid. الان من برم بالا، دقیق کنید پی آی دی داریم و خب اون برنامه ها، خود نام برنامه ها. این پی آی دی در واقع مشخصه این برنامه که در حال اجراه. من بخوام این برنامه ببندم از دستور کیل استفاده میکنم، بعدش این پی آی دی که اینجا دارم ما میزنم، مثلا این جی ادیت که در واقع این تکست ادیتور من است، میخوام ببندمش، مثلا کیل 4193 پی آی دی اونو وارد میکنم، اینتر بزنم، دقت کنید اون تکست ادیتور من بسته شد. خب این هم میتونه مثل یه جورایی تسک منیجر ویندوز رو بیاریم بالا و انتسک کنیم، مثل اون کار میکنه. خب یه نکته کوچیکی که اینجا داریم، ما بخوام یه دونه، مثلا من این کیل 4193 بخوام کپی کنم، کنترل سی بزنم، دقت کنید چی میشه، هیچ اتفاق نمیفته، کپی نمیکنه برای من. من کل این جایی که میخوام کپی کنم میگیرم، کنترل شیفت سی میزنم، در واقع کنترل شیفت سی، این برای من کپی شد. الان مثلا میخوام پیستش کنم توی ترمینال، با کنترل شیفت سی استفاده میکنم، توی اینجا مثلا هم کنترل وی خودمون رو میزنیم و این برای من کپی شد. یا من بخوام از جای دیگه توی ترمینال کپی کنم، اول مثلا من میگم که این learn files رو من میخوام کپی کنم، هم کنترل سی خودم یا کپی معمولی اینجا میزنم، برای اینکه اینجا بخوام پیستش کنم از کنترل شیفت وی استفاده میکنم. من دقت کنید، من الان کنترل وی بزنم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی کنترل شیفت وی بزنم learn files که اینجا من کپیش کردم برای ما پیست میکنم. خب آخر ویدیو با یه دستور دیگه ادامه میدم، دستور این که بخوام یه دونه یوزری جدیدی ایجاد کنم چه کار میکنم. اگر من بنویسم add user، نام یوزری که میخوام ایجاد کنم و بنویسم و اینتر کنم، این که برای من یه ارور میگه، میگه که باید هم به روت، در واقع با روت لاگین کرده باشی، در واقع ادمین باشی، ادمینستور باشی تا بتونی چنین کاری انجام بدی. من کافیه که بنویسم sudo super user do و همون چیزی که میخوام انجام بدم. این super user do در واقع با ادمین لاگین میشیم. البته من الان اینتر بزنم، خودتون مشاهده میکنید که پسورد ادمین از من میخواد، بعدش این کارو انجام میده. در واقع ادمین میشیم، خب یه سری دسترسی که نداریم ما دیگه اینجا داریم. این سودو مثلا توی apt-get در واقع میخوام یه دونه فایل یا چیزی دانلود کنیم از اینترنت هم برای ما کاربرد داره، کاربرد خیلی زیادی داره، اینم یکی از مثالاشه. حالا من اینجا هم یوزرم به نام learn files میخوام اد کنم با دستور sudo، که اول دیدید که اگه sudo نمیذاشتم برای من ارور میگرفت. اینتر کنم، یکی پسورد ادمین تو بهم بده، من اینجا پسورد وارد نه، پسوردم توی لینوکس دقت داشته باشید که نه خودش نشون داده میشه، نه ستاره دار نه چیز دیگه، خالیه، فقط در واقع میگیره، چیزی برای ما نشون داده نمیشه.
من پسورد رو وارد کنم، اینتر میکنم. خب میگه که یه دونه پسوردی برای این یوزری که میخواید ایجاد کنید رو وارد کنید. مثلا من یه دونه پسورد وارد میکنم، یه بار دیگه اون رو ریتایپ میکنم. خب اینجا حالا یه سری مشخصاتی در مورد این یوزر میخواد که اگه من وارد نکنم و همجوری اینتر بزنم خودش در واقع میگذره از اینا، و اینجا هم یس میکنم. خب اون یوزر ما ساخته شد. اگه بخوام این یوزرم پاک کنم، کافیه با دستور سودو با اجازه ادمین بگم که دل کن یوزر منو یوزر لرن فایلز، اینتر کنم، دان شد. خب این یوزر منم پاک شد. خب این یه سری دستورات ابتدایی و در واقع پایه‌ای بود که توی ترمینال لینوکس به درد می‌خورد. من دو تا دستور کوچیک دیگه بگم و ویدیو رو تموم کنم. دستور یونیم داره، یونیم داش ای، این در واقع مشخصات لینوکس که ما توی اون هستیم به اون میده، و دستور دیگه هم آی پی ادرس، این آی پی ادرسی که در واقع مشخصات اینترفیس شبکه به ما نشون میده. خب خسته نباشید دوستان، امیدوارم از این ویدیو استفاده کافی ها برده باشید. منتظر نظراتتون در مورد این ویدیو هستیم. موفق باشید.